آره دیگه ساده دیگه ساده یکی یکی بریم جلو دیگه شما همه پله های نردوان رو با هم میپری یا یکی یکی میری جلو خب اون موقع سر میخوری با کله میخوری زمین دیگه بریم سو سوال کسر مولد عدد اعشاری 7 اعشاری های زیر را به دست آورید دیگه من جلوش بنویسم یه دونه سوال ننویسم کسر مولد این کسری که اعداد اعشاری زیر اعداد اعشاری زیر را به دست آورید مولد یعنی تولید کننده کدوم کسر این ها را تولید کرده مثلا 0.71 2.45 3.0 0.14000 همین سه تا کافی بنویس آره اولی میشه 71 چی؟ خیلی خوب بچه بنویسید توی چت چت خصوصی کن توی چت پاسخاتونو بنویسید من بگم یه نفر هر کدوم یکی رو بگید دیگه اولی رو از حضوریا میپرسم دوم آره دومی و سومی رو از دیگران نه بنویسم رو اولی از شما میپرسم گفتی دیگه خب نوشتید خب اولی را مبین بگو بینم ارقام تکراری 71 دو تا 9 میذاریم خب نه دومی را شما بگو اول میایم عدد صحیحش رو جدا میکنیم می‌نویسیم دو به علاوه 45 صدم بعد میایم 45 صدم رو به دوباره میایم می‌نویسیم مساویه دو به علاوه 45 99 آقا ببین بگو 45 99 بعد میایم دو رو ضرب در 99 می‌کنیم بعد جوابش میشه دو ضرب در 99 به ما میده 198 198 رو به علاوه 45 می‌کنیم به ما میده ببین تو تشریحی همین کافیه عدد مخلوط دیگه مخلوط هم کسی تو تشریحی همین کافیه تو تشریحی همین کافیه اما شما تست حل میکنید توی تست ممکنه کسر باشه دیگه درسته آره. اونو به ممکنه تست اونم به اصطلاح مخلوط باشه به گزینه نگاه 243 درست شد تمام نیکان رو باز کن اولی رو چون گفته بودیم حالا بعدی رو میگن دیگه تموم نشده نیکان رو باز کن ماهان و آتیلا بعدی رو میگن خب اصلاحی میشه سه به علاوه چار علاوه این میشه چارده نوستر نوستر پس سه به علاوه سه و
14 بر روی 999. حالا اگر با ماشین حساب کن سریع بگو، با ماشین حساب 3 ضرب بر 999 به علاوه 14 999 ضرب داره 3 به علاوه 14 3011 درست شد؟ خب این تا اینجا اگه کسی سوالی داره بگه. با ماشین حساب زدم حالا یه بار ما... خب بچه دستتون رو بندازید ببینم اگر کسی از این تبدیل سوال اشکالی داره بگه. بگو سوالت. از تبدیل اعشاری متناوب ساده به کسر اگه کسی سوالی داره بگه. چرا اون 14 صفرش رو پشتش اعشارش رو نمیگم، یه صفرش رو پشتش نذاشتیم با 999 صفر رو از اون خونده میشه شما بنویس. بنویسی هم خونده؟ نمیشه بله میتونیم بنویسیم ولی خونده نمیشه. خب سینا رو باز استاد. بله استاد من سوال داریم، اگه مثلا چیز باشه مثلا 2.45 بزنه 2.45 ولی روی 5 باشه تکرار اون بعد چیکار کنیم؟ اونو بعدیه دیگه میخوام بگم، اون متناوب مرکبه. آها مرسی آقا. بعد لطفا فقط یه بار دیگه هم چیزو مینویسید فرمول تلسکوپیو. خسته نباشید باید درجا بزنیم فرمول فرمولش رو یادم اومد. برو فیلمو ببین اگر فیلم تو آپارات هست، اگر پیدا نکردی من بهت بگم. از بچه ها بگیر اونایی که دارن. ببین بچه اون چیزایی که نوشتیم عقب افتادید میتونه از بچه ها یا عکسش من بفرست. حالا فیلم که هست دسترسی بچه ها حال نداره فیلم رو ببینه، مثلا یه فرمول یادش رفته فقط نوشتنشو میخواد فلان تو که داری به من بفرست. حالا از این بچه هایی که خب ولی فیلم رو دوباره ببینی بیشتر یاد میگیری دیگه. کی؟ بگو ببینم نیکان استاد شما در سه پیش یه کرس تلسکوپی نوشته بودید که مثبت و منفی داشت توش. بعد گفتون جواب رو برید خودتون پیدا کنید، ما یادمون رو پیدا کنیم. بعد دیروز دقیقا توی آزمون هم اومده بود و ما دیگه نمیدونستیم چجوری حلش. عمدن این کار رو کرده نب نداره، خواستیم ببینیم. میگم بهتون لطفا اگه میشه اونم بگید. باش اونو میگم، حالا اونو گفتنی باز یه مروری میکنیم به تلسکوپی. باش انقدر این فصل نکته داره که من هی میخوام تموم بشه ولی گیر کردیم اینجا. آره نکته زیاد داره. عوضش فصل 3 خیلی نکته نداره، هم نهشتی هاست. خب سوال ببینید، تبدیل متناوب مرکب. پس تبدیل متناوب مرکب به کسر. فرمولش رو من بگم. اولا متناوب مرکب من یه مثال بزنم، مثلا این عدد مثلا یک تکراری نیست، سه تکراره. یعنی بعضی رقم ها تکرار میشن بعضی ها نه، ممکنه یه رقم تکرار نشه، دو رقم تکرار نشه، سه رقم تکرار نشه. پس فرمولش اینه. بلده فرمولشو؟ فرمولش اینه، کل ارقام بعد از ممیز منهای ارقام غیر تکرار مخرج به تعداد تکرار شده 9 به تعداد
ارقام غیر تکرار صفر می نویسیم. آقای سینا خان زود بنویس که بدن جا نمونه. نیا کن خوب یه چند تا رو ببینید بعد. خب باز اگر عدد صحیح داشت اونو جدا میکنه. عدد صحیح خودش یه کسر کامل هست. خب میگه آقا کل ارقام بدون بعد از ماه 13 دیگه. گوش کن طباطبایی. چند کدومش تکرار نشده؟ یک. منهای یک میکنه. یه رقم تکراریه، یه رقم غیر تکرار. خب صفر میذاریم. 13 منهای یک 12 90. حالا اگه ساده کنی به 3 میشه 4، به 6 ساده کنی میشه 2 15. حالا توی تست تشریح همون کافیه، ولی تو تست باید ببینیم در گزینه‌ها کدوم هست. خب نگاه کنید یکی دیگه بگم. نه نویس نگاه کن. نه وایسا بعدا می نویسید دیگه. فرمول پاک نمی کنم. مثلا 253 دو رقم تکرار بشه. یا مثلا 300، حالا من برای اینکه جمع و تفریق رو سریع بگم سه رقم میگم. 381 یک رقم تکرار شده، دو رقم تکرار نشده. اینجا دو رقم تکرار شده، یک رقم تکرار نشده. اینجا مثلا 2.475 خب دو رقم تکرار شده. این هم عدد صحیح داشته باشه. اینجا رو نگاه کنید. ننویس. اینجا درس رو بگیر. اگر اشکال داشتی بعد از این بپرس. اگه درس رو بلد باشی فرمولش هم خودت میتونی بنویسید. این نیاز نیست کلمه به کلمه به اون نگاه کنی. خب کل ارقام رو مینویسی. کل ارقام 253 منهای غیر تکرار یعنی اینجوری بگیم دو غیر تکراره. مخرج دو تا تکرار داریم 99 یه دونه غیر صفر. خب اگر تکرار کمتر باشه جمع تفریقش سریعه دیگه. 999 253 منهای 2 میشه 251. حالا ساده کردنش رو واگذار میکنم به خودتون اگه ساده شد. خب الان اینجا نگاه کنید. کل ارقام منهای 38 چند تا 9 بنویسم؟ 2 تا 0. حالا 381 منهای 38 میشه 11 منهای 8 3، این میشه 7. 7 منهای 3 4 3. 343 900 درسته؟ 2 به علاوه 147 میگم 475 تکرارش روی 75. خب 2 به علاوه کل ارقام 475 منهای غیر تکرار 4 مخرج 2 تا 9 یه دونه 0. نه جفتشه. نه جفتشه. تو جفتشه. خب نمیتونه وسط تکرار باشه. خب به علاوه این میشه 990 میشه 471 992 مخلوطش میشه 2 و 471 990. حالا خواستین 2 را در 990 ضرب کنید به علاوه 471 میشه کسرش. حالا این رو بنویسید ازتون بپرس. خیلی خوب بچه ها بنویسید بعد من تا سوالتو جواب میدم. حالا فعلا بنویسید. فعلا ولشون بذار بنویسید بعد به سوالاتون پاسخ میدم. بقیه هم بنویسن بعد. چون وقتی من صحبت میکنم بعضی نمینویسن عقب میمونن. اگه نوشتین خیلی خوب. بقیه هم بنویسن. شما تندید ماهان. تو ماهی. بقیه ماه نیستن. بقیه خورشیدن.
خب نوشتی؟ خب نوشتی مبین. خب بچه اگه سوالی دارید بفرمایید. چی نوشته؟ یعنی چرا باز کنم میدم؟ یعنی چرا تکرار؟ سلام استاد. سلام علیکم. سلام علیکم استاد، ببخشید می‌خواستم بپرسم راه تشخیص ارقام تکرار چجوریه؟ مثلا کدوم ارقام تکرار میشن؟ اینو می‌خواستم بپرسم. خب روش حالا روی 53 خط کشید، یعنی 53 تکرار میشه. اینجا روی 3 خط کشیده بال فقط 3 تکرار میشه. اینجا روی 1 خط کشیده فقط 1 تکرار میشه. اینجا روی 75 خط کشیده 75 تکرار میشه. درست. یعنی وسط خط میکشه یعنی تکرار میشه دیگه. آره دیگه. آره دیگه. آره. آه درست. علم منوس. خواهش میکنم. دیگه کی سوال داره؟ استاد چرا توی 381 هزارم 381 منهای 3 کردید؟ من نگفتید منهای رقم پشت اشار میکنید. من کی نوشتم ارقام پشت ممیز می نویسید؟ هنوز پاک نشده. میگم کل ارقام بخونون فرمول و صورتشو. ارقام غیر تکراری منهای کل ارقام بعد از ممیز. از راست میخونن ریاضی فرمولو؟ آه کل ارقام بعد از ممیز منهای ارقام غیر تکراری. حالا خوبه که دیدی من از چپ نوشتم. خب هیچ موقع یه فرمول ریاضی رو اگه فارسی هم نوشتن از راست نمیخونن. اگه مساوی میذارن از چپ میخونن. از چپ. او درست شد؟ بله. خیلی خوب، اگه سوال نداری من یکی دو تا تست بهتون بگم حل کنید. خب بنویسین سوال. تست
189 کسر متعارفیه. کسر متعارفی یعنی کسر تعریف شده. کسر متعارفیه مولده. کسر تعریف شده که تولید کرده، مولده. نماد اعشاری یعنی همون اعداد اعشاریه. 1.23 کدام است؟ گزینه 1.41 گزینه 2.39 گزینه 3.37 گزینه 4. خب الان متناوبی مرکبه این؟ بعد از ممیز آیا همه رقم‌ها تکرار میشه یا بعضی هاش؟ بعد از ممیز همه رقم‌ها تکرار میشه؟ ساده است. بعد از ممیز مهمی، قبل از ممیز رو ولش کنید. چند شد؟ کی به جواب رسیده؟ کی؟ ماهانه بگو. نیکان یه دیگه؟ سلام استاد، این کس الان متناوب ساده است. این عدد اعشاری متناوب ساده است. اعشاریش متناوب ساده است. می نویسیم یک به علاوه 23 صدم. یک به علاوه چند میشه کسرش؟ استاد 23 99 کسرش که ساده نمیشه. 23 کسرش که ساده نمیشه. یک ضرب داره 99 که میشه 99 با 23 جمع کنیم چقدر؟ 23 میشه 100. دوازده بسن چه صد و بیست و دو است؟ یازده دو میشه صد و بیست و دو. خب من اشتباه کردم. گزینه ها رو اشتباه نمیشه میدونی من چیه؟ نه نه
گزینه ها رو من اشتباه نوشتم، گزینه های سوال قبلی بعدی رو نوشتم، ببخشید. گزینه های سوال بعدی رو من یه لحظه نوشتم، ببخشید. 1 123 90، گزینه 2 122 99، گزینه 3 122 990، 123 99، گزینه 2. یه تست دیگه انشالله که گزینه هاش اشتباه نکنم. خب من نمیگم مرکب میخوام بدم یا ساده میخوام بدم، سوالو میدم شما تشخیص بدید. اولش بگم ممکنه 50% حل کردم، بعضی از بلدن و حواسشون نیست، یا مثلا خیلی نزدیک به همه اون خط اشتباه میگیرن. خوب دقت کنید. خب سوال تست 190 بعدش، کسر متعارفیه، کسر متعارفی مولد نماد اشاری 1 ممیز کدام است؟ ببین فقط این خط بار روی 3 هست، روی 2 نیست. گزینه هاش من بنویسم، 1 41 سیوم، 2 39 سیوم، 3 37 سیوم، 4 31 سیوم. ساده نمیشه؟ به گزینه ها نرسیدین؟ خب 111 به 3 بخش وزیره، 90 هم به 3 بخش وزیره، مخرج میشه 30. منتها 111 را تقسیم بر 3 شو بلد نیستین، اشتباه میکنی داره؟ آه یه نفر باز کن، داد نزه درست. خب کی الان داوطلبی؟ دو نفر، سه دیگه، دو نفر کیان؟ باز من ماهان الان جواب داد که نیکانو باز. خب این از ایشون پرسیدم، اینم گفت دیگه. استاد انجام بدم؟ بگو ببینم چیکار کردی. آقا الان باید یک و علاوه بگیم، یک و علاوه الان 23 رو باید منفی 2 کنیم. این اعشاری را به کسر تبدیل کنیم، متناوب مرکبه، مرکبه. 23 منهای 2 مخرجش هم یه 9 میذارم یه 0، به خاطر اینکه تو یه دونه 3 چیزه تکرار میشه، یه دونه 2 کاملا تکرار. درسته.
اینجا میشه 21.92. 21.92. شما اگر اینجا ساده کنید، ببین اینجا اگر ساده کنید، این دوستانی که اینجا نشستن و توی خونه، این 21 تقسیم بر 3 میشه 7، 90 تقسیم بر میشه 3 میشه 30. توی مرحله ساده کردن خیلی آسان تره. آره، 1 به علاوه 7 30. حالا میشه چی؟ سی ضرب در 1 30. نیکان میشه 37 30 دیگه، درسته؟ بله 37. گزینه 3. گزینه 3. خب یکی از راه‌های موفقیت در تست از نسبت به دیگران از راه‌های کوتاه انتخاب کنیم دیگه. بعضی موقع خودمون مسئله رو میپیچونیم، عدد رو بزرگترش میکنیم. این همه میگن آقا ساده کن. هر کجا کسر داریم به دست آوردیم میتونیم ساده کنیم. هیچ ربطی نداره که وسط جواب آخره، چون دو تا با هم مساوی هستند دیگه. خب عدد کوچیک‌تر باشه اشتباهمون کمتر میشه و سریع جواب میدیم. خب بردیا میگه ساده نمیشه. چرا؟ 113 به دست آورده بود اشتباه. ایلیا آزاد نیا. ایلیا بگو بینم استاد چجوری شد 37 سیما؟ به سختی. به سختی. تا کجاشو فهمیدی؟ تا کجاشو فهمیدی؟ استاد تا جایی که 1 به علاوه 7 سیما فهمیدم. 7 سیوم. خب اینا دو مخلوط دیگه. این 1 و 7 سیوم دیگه. 1 و 7 سیوم. ببین 1 به علاوه 7 سیوم میشه 1 و 7 سیوم. بله. خب 30 ضرب در 1 میشه 30 به علاوه 7 میشه 37. بله. بله. خب یه دونه تست هم هست بعدیشو خودتون حل میکنی جلسه بعد اشکال داشت. سوال داره میپرسه. سوالش اینه که خب یه کسر ممکنه مختوم باشه. برگشتیم خونه اولمون. یه کسر مخرجش اگه بر دو فقط بر دو و پنج بخش باشه مختوم. این یعنی تقسیم کنید باقی مانده صفر میشه، تموم میشه. این مختومه. یک کسر داریم متناوبه، سه سه سه، فقط یه رقم تکرار میشه، دو رقم تکرار میشه، سه رقم تکرار میشه. یک کسر هم داریم که بعضیش تکرار میشه بعضیش نه. خب پس کسر یا مختومه یا متناوب. تشخیصش هم گفتم بهتون دیگه، دوباره برگردیم ما یه همه اینا رو بگیم. بعد مختوم اونجوری نمی‌نویسن. بله. آدم این باقی مانده نداد 123 صدوم مگه نمیشه؟ چی؟ 1 و 23 مگه نمیشه؟ 1 و 23 صدوم مگه نمیشه 123 صدوم؟ آقای آتیلا خان مگه این دو رقم اشاره؟ این 1 2 3 تکرار میشه. چجوری می‌نویسی 123 صدوم؟ آها من با قبلیه اشتباه گرفتم. بله. مرسی. خب ماهان رو باز کنیم چی میگه؟ استاد تست 188 رو میشه حل کنید؟ 188. یکی قبل، دو تا قبل. آره اتفاقا میخواستم یه همچین سوالی رو حل کنم. حالا من بعد اینو حل میکردم شبیه این هم خواستم اختلاف ها ببینم چجوری شما حل میکنید. خب اینو شما جواب بدید اگه اشتباه شد یا نتونستید من جواب بدم. تست 88 درسته؟ 188. تست 188. اختلاف دو عدده. پنجدهم بار و پنجاه پونصد و پنجاه و پنج هزارم.
یا کدام است به دست آورید؟ اختلاف این دوتا کدام است؟ یک صفر، دو صفر ممیز 55,000، سه 1,500، چهار 1/1,800. ببینم چه میکنید. با کن و هم بگی اصلا اولش من گویید کار خودم گفتم میشه صفر، ولی بعدم فهمیدم اشتباه کردم، دوباره رفتم حل کردم از زیر اومدم گفتم صفر 555,000 کسرشو نوشتم 55 روی 1000. خب به کسر تبدیل کردیم. خیلی خوب، این مفهوم 555,000 میشه 555,000. این هم میشه چی؟ پنج نه. خب بعد اومدم اینا رو مخرج مشترک گرفتم، 9 ضرب در 1000 کردم، 1000 هم ضرب در 9 کردم، شو 4995 900 منهای 5000 برای 9000. این شد 9000 ضرب در 9 کرد، این شد چی؟ 4995 4995 1000 اینم میشه 9000 صورت 5000 منها کردی میشه 5900 4995 جواب چی شد؟ 5900 بعد 5 ساده کردم میشه 1800. چون جوابش کسریه، اگر شما از اول منها میکردید باز دوباره باید به کسر تبدیل میکردید. درست. خب بچه ها اگر سوالی نیست من برم اون تلسکوپی که جلسه قبل گفته بودم بگم اون قدر مطلق رو یه جایی برسونیم، خیلی زمان ندارم. بفرمایید. خب پاک کنم. خب پاکش میکنم من. بدید اون سوال رو بگو بینم نیکان. من یه توضیح بدم برای سینا. اگر کسرای تلسکوپی اختلاف مخرج ها با صورت برابر باشه، فرمولش این بود
اختلاف دو تا عدد مخرج با صورت برابر باشه. چون جلسه قبل گفتم فقط خلاصه میگم، میشه یک بر روی کوچکترین مخرج منهای یک بر روی بزرگترین مخرج. این اگر دو تعدادی که دادن اختلافشون با عدد صورت برابر باشه. خب اگر برابر نباشه، کسر تلسکوپی کامل نباشه، ناقص باشه، اینو داریم، یک کسر هم در این ضرب میشه، عدد صورت بر روی اختلاف مخرج ها. این دوتا فرمولی که جلسه قبل گفت. حالا گفتیم اگر جمع دو عدد مخرج در صورت باشه چه کنیم؟ جمع دو عدد صورت در مخرج باشه چه کنیم؟ بریم سراغ اون سوالا. بگید چون حفظ نیستم همونو میخوام حل کنم. اگه داری بگو، نداره نیکان بگه. نداره یعنی خسته نباشه. نیکان بگو ببینم سوالو. آقا من سوال ندارم، ولی یه دونه جلسه پیش گفتید اونو فکر کنم دارم. سوالو نداری چجوری میخواستی حل کنی تو؟ خب اون سبک سوالو یادم. آقا تو دفتر مینوشتی، روش فکر میکردی؟ بابا ایول ای. آقا یه دونه شبیه اون داریم زده پنج. شما اون اینو جلسه پیش داده بودید گفتید حل کنم. پنج و خودم من یه مثال دیگه میتونم بنویسم ولی نه حالا دیگه نمیگم چون من ندارم. همونو تو امتحان داده بودم. خب ایلیا بگه، ماهان بگه، ایلیا بگه. استاد میشه پنج روی دو ضرب در سه منهای ده سه ضرب در هفت به علاوه پونزده به علاوه پونزده هفت ضرب در هشت بعدی منهای 28 8 ضرب در 20 همین بود. به علاوه 50 20 ضرب در 30 بله همین. بله هم این که فرموله نگفته بودم این جمعشون در صورته. خوب دقت کنید بچه ها. ماهان میخوای جواب بدی؟ ماهان اگه میخوای جواب بدی بگو. نه؟ خب بچه ها فرمول تلسکوپی هایی که جمع دو عدد مخرج کسر با عدد صورت برابر باشه مساوی است. با بچه ها نکنید مساویست. اینجا یه علامت باید بنویسیم. همیشه نمیتونیم بگیم مثبت یا منفی. اینجا یه علامت داره، یا مثبت یا منفی. بستگی داره کسر اولمون چی باشه. اینجا علامت کسر اولو می‌نویسیم. خب اینجا علامت کسر اول. بعد خط کسری یک بر روی کوچکترین مخرج. من تو دلیلش هم بهتون میگم، این کوتاهه.
بعد بینشون هم یه علامت داره، همیشه نمیگیم منها، اونجا میگفتیم منها، اینجا نمیتونیم بگیم منها، بستگی به علامت کسر آخر داره. اینجا هم علامت کسر آخر رو مینویسیم، علامت کسر آخر باز یک بر روی بزرگترین مخرج. خب آقای طباطبایی جلسه گفت آقا ماهیگیری به ما یاد بده، من هم ماهیگیری یاد دادم ولی نتونستی ماهی بگیری. نه گوش کن، گوش کن، من الان از تست میگم، راه تشریشم میگم، اصلا فرض اون تست بلد نیست. خب نکته تستی بلد نیستم. علامت کسر اول که مثبت نداره، یک بر روی دو، علامت کسر آخر هم جمع، یک بر روی سی، مخرج مشترک که میشه سی، این زدر 15 میشه 16 سیوم ساده میشه 8 15. درسته؟ خب تمام، آره دیگه تمام شد دیگه. یه دقیقه گوش کن، من راه تشریحشم بگم. خب طولانی میشه ولی یه دونه شو بدونی چجوریه. میگیم آقا جمع اینا در صورته، شما یک دوم رو با یک سوم جمع کن، بینم آقای طباطبایی یک دوم میشه، میگیم این ضرب میکنم میشه 6 مخرجمون، میکنیم 2 6 رو به علاوه 3 6 رو میکنیم 5، یعنی این ضرب داره 3 میشه، این ضرب داره 2. من به جای اینکه 6 بنویسم مینویسم 2 ضرب داره 3، 3 به علاوه 2 میشه 5. ببین تا اینجا به ما این دوتا کس رو میدادن، ما اینو مینوشتیم، درسته؟ حالا بیاییم از این به بعد این کس رو دوتایش کنیم، یک دوم بله و یک سه، درسته؟ اینو جمع کنیم میشه این دیگه، آره یا نه؟ این دوتا کس رو جمع کنید میشه این، الان نوشتم دیگه، با این منها کار نداشته باشید. شما یک سوم را با یک هفتم جمع کنید میشه این، با هم برابرن، مخرجه را ضرب میکنیم 3 هفتم میشه 7 به علاوه 3 میشه 10 دیگه. با این به علاوه را هم مینویسم، این کس را اگر من بنویسم میشه یک سوم به علاوه یک هفتم به علاوه یک هشتم، درسته؟ با این منها هم کار نداشته باشید، میشه یک هشتم به علاوه یک بیستم، این هم میشه به علاوه یک بیستم به علاوه یک سیوم، درسته یا نه؟ خب حالا اونایی که پشت پرانتزشون منفیه باید منفی رو تأثیر بدیم، بعد جمع و تفریق کنیم دیگه. پس این یک دوم رو مینویسم با یک سوم کاری ندارم، منفی در منفی یک سوم منفی یک هفتم، اونایی که پشتشون مثبته خودشون نوشته میشن، اینو ضرب میکنیم منفی یک هشتم منفی یک بیستم، اینم یک بیستم به علاوه یک سیوم. ما باید برسیم به این یک دوم من به علاوه یک سیوم، قرینه میشه چی جمع کنیم؟ یک سوم مثبت با یک سوم منفی میشه صفر، منفی یک هفتم میشه صفر، مثبت یک هشتم منفی یک بیستم. خب یک دوم به علاوه یک سیوم، همین درست شد که ما به دست آوردیم 8 16 سیوم مساوی 8 15. ها دیگه تو امتحان تست نمیخواد این همه بنویسیم، اینو بنویسیم خواهی. این فرمول رو من معلم از این به دست آوردم، چکیده شو خلاصش به شما دارم میگم دیگه. خب حالا شما اگر وقت داشته باشه این آقا از کجا آمده، از این جمع و تفریق ها، درسته؟ اگر اینو بلد باشه یه روزی فرمول فراموش شد میتونی از این به دست بیاری که اینو فرمول اثبات کنی، نه اینکه بذاری کنار من تو امتحان، تو امتحان بخوای از این الکن. آره تو امتحان یه دونه داشته باشی آره، ولی اگه تو امتحان چند تا فرمول یادت رفته باشه، خب مسابقه است آزمون تستی، وقت تموم میشه اون موقع. خب آتیلا رو باز کنم، حسینی هم سوال داری از قبل مونده.
من نه فرمول رو فهمیدم نه این هر چی دارم فکر میکنم روش چی؟ من نفهمیدم نه فرمولش رو فهمیدم نه خودش رو هی میخونم. شما بلدی یک دوم رو با یک سوم جمع کنی؟ بله. جمعش چقدر میشه؟ پنج ششم. خب دو سه تا شیش تا دیگه. من به جای پنج ششم نوشتم یک دوم، بله این پنج ششم هست یا نیست؟ بله بله. خب می نوشتم یک دوم علاوه یک سوم. آهان درسته. همه راه حل تستیش چی جوریه؟ خب نوشتم دیگه، علامت قبل از کسر، این یه خط کسری، علامت کسر اول رو می نویسی. خب مثبت باشه مثبت می نویسی. یک بر روی کوچکترین مخرج، کوچکترین مخرجمون دوه. تو بلد نیستی فرمول بخونی، بلد نیستی جمله بخونی، میدونی چیه فارسی مشکل داری. خب والله اینجا نوشتیم، آدم بلدم نباشه جاگذاری میکنه دیگه. علامت کسر اول نداره مثبت، خب نوشتم مثبت. یکم که یک، کوچکترین مخرج از این مخرجا کوچکترین چنده؟ دو. نوشتم. تا اینجا متوجه شدی آتیلا؟ متوجه؟ بعد بینش نوشتم علامت کسر آخر. خب علامت کسر آخر مثبت باشه اینجا مثبت می نویسم، منفی باشه منفی، چون یک درمیون مثبت منفیه، درسته؟ خب یک بر روی بزرگترین کسر، یک بزرگترین مخرج، بزرگترین مخرجم سیه. حالا یک دوم با یک سیوم جمع کردم شد 16 سیوم. آقا من یه دقیقه این تست هم رفت، گفتید کوچکترین مخرج دوه، دو رو چیکار میکنی؟ بابا دو رو مینویسیم دیگه. آها خب بعد نوشتیم علامت کسر آخر، کسر آخر علامتش چیه؟ مثبت. خب مثبت نوشتم. بعد نوشتم یک بر روی بزرگترین مخرج، بزرگترین مخرج چنده؟ سی. خب سی هم نوشتم. بعد یک دوم رو با یک سیوم جمع کردم. آخه بعد آقا یه سوالایی هست مثلا یک کسر میدن، مثلا یک منهای یک دوم، مثلا نه نه یک دوم تقسیم برای یک منهای یک دوم تقسیم برای یک منهای یک سوم، اونا رو من نمیفهمم. اونا از آخرین کسر، از آخری شروع کنم مخرج مشترک گرفتن دیگه، از آخری. حالا اونا رو نمونه شل میکنیم، نیکان رو باز کن، هنوز اونا رو نداریم اینجا. نیکان بگو بینا. استاد من توی مشکل ندارم، فقط میشه الان شما عدد اشاری 19 همش بنویسید بالاش علامت متناوب بذارید؟ اون تقریبا میشه یک. خب من الان مشکلم همینه، اون برابر نمیشه چجوری؟ اون ببین تقریبا میشه یک نه برابر، این انقدر به یک نزدیکه. خب اینو تقریبا میگیریم یک. آه و تقریبیه. آره اینایی که ما داریم راهش هم می‌نویسیم تقریبی، نزدیک دقیق دقیق خودش نیست. بله ممنون. خواهش می‌کنم. دیگه حسینی بگو. استاد من الان رفتم پاسخنامه امتحان رو دیدم، جواب این کسره میشه 3/8. شما 8 روزان به دست. من که اصلا سوال پاسخنامه رو نگفتم، گفتم اینکه مثالی که خودم گفتم. مای بچه ها نگفتم. خب پاسخشو من ندادم که. من. نه اونو کاری ندارم من. آزمون دقیقا همینه، از 5 بر روی 22 ضرب در 3 تا آخر، احتمالا از اون قبلیه رفتم فرمولش، احتمالا از اون رفتن. اینو گفتم آقای محمودی به من بفرسته امتحانو ببینم چجوریه. نه سوالش که همینه، پاسخشو نداری شو؟ پاسخشو داری؟ نه پاسخ تشریحیشو. اگر 3/8 نوشته غلطه دیگه، من تشریحی برای شما حل کردم. نها کن آقا، از هر فرمول بره جواب اگر 8/15 هم نباشه غلطه دیگه. راه من ببین تشریحی منطق اینجا، نها کن راه تشریحی منطق پشتش هست.
آقا یک به دوم علاوه یک سوم میشه همین، مخرج مشترک بگیر. یک سوم علاوه یک هفتم مخرج مشترک میشه مین. یک هفتم علاوه یک هشتم مخرج مشترک بگیری میشه این. یک هشتم علاوه یک بیستم مخرج مشترک بگیری میشه این. یک بیستم علاوه یک سیوم مخرج مشترک بگیری میشه این. منفی هم که تاثیر بده قانونه، قرینه هم که قانونه. خب جمع شده اون دیگه. نه دیگه همه این نیست که شما دارید میگید. این آخرش منفیه، این اصلا این اعدادش واقعا شما اونم میگه من تو امتحان رفتم نگاه کردم این نیست. منم دو شاید دارم توجیه میکنم. عددا رو نمیبینید؟ مگه هر کسی سیبیل داشته باشه که بابای من و تو نیست. هر کدومش یک در میون مثبت منفی باشه جواب میشه یکی. پنج بر روی دو ضرب در سه، منهای هفت بر روی سه ضرب در چهار، به علاوه نه بر روی چهار ضرب در پنج، منهای یازده بر روی پنج ضرب در شیش، به علاوه سیزده شیش ضرب در هفت، منهای پونزده بر روی هفت ضرب در هشت. عزیز من گزینه هاش هم نوشته، سه هشتم، دو یک دوم، سه سه چهارم، چهار یک هشتم. بگیر الان نگاه کن طبق فرمول. میگیم آقا علامت کسر اول چیه؟ مثبت. یه مثبت می‌نویسم، یک بر روی کوچکترین مخرج دو. علامت کسر آخر منفی، یک بر روی هشت مخرج مشترک. این زده چهار میشه، هشت رو می‌نویسیم، چهار منهای یک میشه سه. ماهان بیا بینم، ماهان بله. این کجاش همون سوالی که ما حل کردیم؟ اولش مثل اون بود، اولش مثل اون بود. برو بابا تیمتون الان یه دونه گل خورده حتما. خب بچه خسته نباشید، میبازه بعد تا میفهمید که بازیکن پرسپولیس و مربی پرسپولیس به درد نمی ببند. بچه خداحافظ. چیه؟ دیدین توی شبکه‌های مجازی هر بازیکن چهار تا چمدون داره میبره از فرودگاه؟ میگن آقا بازیکنی که دو تا بازی نمیشه چمدون میخواد چیکار؟ قرمز اضافه بشه. اوه یا لبنان لازم خیلی زشته. بهم برمی‌کنم. لبنان